درود دوستان، به هر حال نزدیک عاشورا و تاسوعا هستیم. مسائل مذهبی خیلی به موضوع بحث محافل خانوادگی و دوستان و همینطور شبکه های اجتماعی تبدیل شده. سوژم زیاد بوده امسال از هر سال بیشتر که بخش عمدهش برمیگرده به خاطر تحولات اساسی و عمیق در بطن جامعه. سوژه ها خیلی زیاد بود، از این بابت میگم که اتفاقات بی سابقه ای افتاده بود، مثل آتش زدن علم و کتل چند هیئت در اصفهان و یزد، یک سری نوحه خونی ها. امروز در مورد این بحث میکنیم که ویدیویی منتشر شد در شبکه های اجتماعی، به طور مشخص توییتر، در سالگرد درگذشت شاه فقید عده‌ای جمع شدن در مسجد رفاهی مصر و هر سال هم همین اتفاق میفته از بعد از انقلاب. دوستداران خاندان پهلوی با خوها و مرام مختلف جمع میشن و بعضی دلشون میخواد فاتحه میخونن، بعضی صلوات میفرستن، هر کسی اونجور که دلش میخواد. یکی از این ویدیوهایی که سوژه شد صلواتی بود که خب به جای محمد و آل محمد، محمد رضا پهلوی و آل پهلوی. خیلی انتقاد کرده بودن، گفتن یک تناقضه، نمیشه از یک نماد، یک سمبل اسلامی که مختص به رسول اسلامه استفاده کرد برای درود فرستادن به شاهنشاه که خب ایرانی است. در این مورد خب ما در جایگاه قضاوت نیستیم، فقط شعر مولانا یادم آمد که دید موسی یک شبانی را به راه، اونجایی که موسی شبانی رو میبینه که خب به گوسفندانش میپردازه و اونها رو تراخوشک میکنه و شعر میگه. شعر در متن خداوند میگه که تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاراغت دوزم کنن شار سرت. خب موسی نهیب میزنه که این حرفا چیه در وصف پروردگار میگویی، او عزت و کرم و جایگاهش خیلی بیشتر از این حرفاست. که وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. هر کسی به سبک خودش آن کسی رو که دوست داره ستایش میکنه، هر کسی با دل خودش به پروردگار خودش اگر قبول داشته باشه نزدیک میشه، دور میشه، دلش بخواد با خدای خودش قهر میکنه، آشتی میکنه، از او کمک میطلبه، از او شفا میخواد. اینها مسائلی است که در حوزه شخصی حق با کسی است که طالب اینه و هیچ کس حق نداره حتی به نزدیکترین کسش در مورد این مسائل نهیب بزنه مگر در قالب صحبت و گفتگو. و مدل مذهب ما ایرانی ها هم، اونهایی که باور دارن به مذهب، شاید متفاوت از جاهای دیگری دنیا باشد. رابطه ایران و مذهب یک رابطه ایست که متخصصینش باید بشینن و صحبت کنن، اما چیزی که ما میدانیم کوچکتر و بزرگتر در گذشته، حال، امروز مدل خاصی است. طرف ممکنه مثلا علاقمند به امام حسین باشه، علاقمند به کربلا و هیئت رفتن و زنجیرزنی و سینه زنی باشه، نظری بگیره، نظری بده، ولی مثلا خارج از محرم و رمضان، رمضان روزم بگیره، مثلا خارج از اینها عرقش رو هم بخوره. شاید که نه، حتما این یک تناقضه، ولی باز هم به خود اون فرد برمیگرد. بسیاری از افراد رو هم دیدیم، حتی اونهایی که ادعا نمی کنند که علاقه به دین و اینها هم ندارند، گاهن سیگنال هایی می فرستند از صحبت های یومیشون که قسم حضرت عباس می خورند و جان تو زنگ زدم به تو، تلفن زدم و خداییش آمدم نبودی و این حرفا، کسی که اساساً مذهبی است و تکون میخوری استخاره میکنه، نمیدونم انواع مختلفش.
و قرارم نیستش که با هر کدوم از اینها وارد جنگ بشیم. یعنی اینکه مثلا بریم با یک پیرمردی، پیرزنی در فامیل، پدری، مادری یا دوست و رفیق مذهبی رفاقت رو به هم بزنیم به خاطر مذهبی که او بهش باور داره یا خدایی که بهش باور داره و اصل ماجرا رو فراموش بکنیم، به نظر من کار درستی نیست. به این خاطر که جنگ اصلی با حکومت مذهبی است و اگر جنگی هم با مذهب باشه، نوع مبارزش با جنگ با حکومت مذهبی متفاوت. یعنی اگر قراره به سمتی بریم که مردم از خرافات فاصله بگیرند، متعادل باشن در امور دینی و معنوی خودشون، افراط و تفریطی که در بعضی از جوامع هست از جمله در ایران، اینها رو کم بکنیم، بهش رنگ و بوی منطقی تری بدیم، راهش از دل مبارزه با جمهوری اسلامی میگذره ولی ارتباط زیادی با هم نداره. به این خاطر که حکومت از خرافات، از مذهب، از هیئت‌ها، از مساجد فوق سوء استفاده رو میکنه، درآمدزایی میکنه، پول در میاره. وگرنه مسئله مذهب چیزی است که افراد بالغ میتونن انتخاب بکنن یا نکنن. بسیارانی از افراد هستن که در طول دوران زندگیشون در مقطعی مذهبی بودن، کم کم یا به تدریج یا به یک باره ول کردن. از خودش پرسیده من چرا باید 30 روز مثلا روزه بگیرم پدر خودم رو در بیارم؟ ولش کن، رفته خونه علی آقا و حسن آقا، برگشته مهمانی، صبح خوابش مرده، من چرا باید اون سخت صبح زمستون بلنشم وضو بگیرم و نماز بخونم؟ خب قضاشو میخونم، بعدا واسه چی نماز بخونم؟ خیلی از اونهایی هم که مذهبی بودن حالشون از حکومت به هم خورده، دیدن که مذهبیون و شارعان و راویان چه گناهکاران و چه متزورین و چه خفیوزها و شارلاتانهایی هستند، از اون بابت قید مذهب رو زدن، گفتن اگر مذهب اینه عطاش رو به لقاش میبخشه. در واقع جنگ با مذهب شمشیر دودمه، هم میتونه مناسب برای پیش برد انقلاب باشه، انقلاب آزادی خواهانه، رفاه، اقتصاد، چون مذهبیون هستن که دمار از روزگار مردم در آورده، هم میتونه خطرناک باشه به این خاطر که میتونه بخش زیادی از توده ها رو سرگرم مسائلی بکنه که اساسا یا بهش وارد نیستیم یا اگر هم بهش وارد باشیم انرژی ما رو میگیره و حکومت ازش نفع میبره، یعنی برای خودش وقت میخره برای بقایش. در بسیاری از خانواده ها غالبا شاید اصلا خیلی هم مثلا اهل نماز نباشن، اهل روزه نباشن، یه هیئتی میرن مثلا نذری میکنن، دور هم جمع میشن، سفره ابوالفضل میگیرن، شاید ما خوشمون نیاد، شاید تناقض باشه، ولی از بین همین آدم ها آدم هایی که اطراف ما بعضا شاید مخالف حکومت هم باشند، اما اینکه ما وقت بذاریم با اونها کلنجار بریم سر مسائل مذهبی به نفع حکومت، چون اصل داستان اصلا این نیست. گشتم ویدیوهایی رو پیدا کردم در اینستاگرام، جوانای مترقی میزنن، میرقصن، خوشحالن، برای خودشون مینوشن، کنار خودشون اقوام، خانواده، اینا بساط رقص دارند، به دیوار و اتاق که نگاه میکنی میبینی تابلوی ونگکادی، آیه قرآنی، چیزی هم آویختند. نگاه کنید. رو تصور بکنید. خب اولا حوزه شخصی ایناست، این ویدیوهایی که منتشر شده در صفحات اینستاگرام پر، یعنی ما چیزی رو از جای کپی نکردیم که امر شخصی فردی باشه، اینها در صفحات اینستاگرام هستش و تعداد میلیون ها نفر هم ازش بازدید کردن و از شادی مردم کوچه و بازاره پیوند خورده. زیر همون تابلو میشینه عرق میخوره، زیر همون تابلوی ونیکاد و آیت الکرسی عشق و حالشو میکنه، کاری هم با حکومت نداره. این حکومته که سوء استفاده میکنه سوار دین مردم میشه، از اون سوء استفاده میکنه. یعنی برای مقابله با یک حکومت دینی لازم نیست با فرد جامعه که مذهبی هستن مبارزه کرد، فکر کرد که این هم بخشی از انقلاب. خیر، ارتباطی با هم ندارن دین. اتفاقا حکومت میخواد جدال بین مردم بیشتر بشه که از اصل قضیه دور بشن. این رو باید خیلی توجه بکنیم. اتفاقا حکومته که به جنگ و نزاع مذهبی استان به استان دامن میزنه، تفرقه میندازه که این درگیری ها بیشتر بشه. چرا؟ چون اتحاد این هاست که بلای جان حکومته. خیلی هم تلاش کردن که این حکومت سالها که هیئت ها رو در چنگ و پود خودش نگه داره، نتوانست.
از بین این هیئت ها نیروهای سرکوب رو جذب می کردند. الان جوری شده که از داخل همین هیئت ها، از داخل همین روزخانی ها علیه خامنه ای موضع می گیرند. این هیئت رو باید از مردم دونست. نباید اونها رو روند به واسطه اینکه حسینی اند و کربلایی. اونها رو میشه در کنار انقلاب نگه داشت. ممکنه خوشمون نیاد از اون خو و مرامشون. ولی بخشی از اونها هستن که میتوانن علیه بخش دیگر از نظام، علیه اون یکی هیئتی ها، با شناختی که ازشون دارن، با شناختی که از شناسنامه اونها، گذشته اونها، آینده اونها، برنامه هایی که دارن، بروند و بجنگن. هیئت ها ستون حکومت بودند. از اونها باید کمک گرفت برای اینکه ستون ها سایر ستون ها رو ریخت. این پتانسیل رو دارن. اینها رو نوه خانی ها نشون میده. این ویدیوها رو ببینید. وطنونی که شهر خانم خرابه که تین و دق دقه کلشون خجابه که تین و دق دقه کلشون خجابه اچه میخونه و بطره ندیدن اچه اددار ابی کل مردو زیدن اچه اددار ابی کل مردو زیدن ندیدن کار درون عشق آقا ندیدن بی وزون بی پناه ندیدن بی وزون بی پناه ندیدن صبر و شومی سامنو ندیدن صبر و شومی سامنو ندیدن صبر و شومی سامنو فدا شرمنده مادر پریشون فدا شرمنده مادر پریشون به ولوها ایا عدل علیه به ولوها ایا عدل علیه تموم مشکلا یا تولمینه تموم مشکلا یا تولمینه تموم مشکلا او یا تولمینه به دیدن فقرمه خونامو دیانم را به دست احشانش اسجان آخ سرزمینا آخ سرزمینا. بسیاری از کسانی که ما دوستشون داریم از خودمون میدونیم متدین بودن. متدین نه به معنای این که امام جمعه مسجد بودن یا اهل زیارت گذاشتن و تور کاروان کربلا بستن و اینها، نه، تعلقات مذهبی داشتن. بانو هایده، زنده یاد هایده، مگر در بسف با مذهب مخالفت کرد، اونجا که وارد حوزه شخصی و دخالت در زندگی مردم بشه، بخواد بایدها و نبایدها رو برای بقیه مردم هم تعیین بکنه، اونجایی که پول رو از جیب مردم خالی بکنن صرف عتبات عالیات و بازسازی حرم در کربلا و نجف و اینجور جاها کنن، یا بخوان به شبه نظامیان کمک کنن از پولی که مردم در صندوق صدقات میدن که بده مثلا برادرش به خواهرش در شهر دیگری که مستمنده، اون پول رو بکنن صرف کاخسازی و آقازاده ها. اینجاست که باید با هیئت ها مخالفت کرد. اینجاست که باید به جنگ رفت. اونها به ضرر منافع مردم سوء استفاده بشه. ولی اونجا که در حوزه شخصی محدود میشه، اون کارزار خودش رو داره، هیئت خودش رو داره، مزاحم کسی دیگری نیست، نه، اتفاقا باید امنیت اون رو برقرار کرد. مبادا تعرضی بشه از جانب افراطی های فرقه دیگری، دسته دیگری، گرایش دیگری.
در همین آلمان همینجوره واقعا. حالا درسته مواردی تکاتوک هستنش که افرادگرایان چه مسلمان چه غیر مسلمان به ضرر مردم یا جامعه کار میکنن، ولی این عکس رو دقیقا دیشب گرفتم. دختری محجبه بود، واکمنش رو زده بود، دوچرخه سواری میکرد، شلوارک پاش بود و پاهای او پیدا بود. کسی بهش کاری نداشت، نگاه هم میکردن مردم زیر چشی. برای من جالب بود به خاطر اینکه او سراغ کار خودش بود. کسی بهش نمیگفت آقا واسه چی آن شورت رو پوشیدی، اگر شورت رو پوشیدی پس اون حجابت چیست. زندگی خودش رو داشت. این چیزیست که برای ایران آینده باید فرض گرفت. این چیزیست که ما بهش نیاز داریم. حکومت دینی رو ما نمیخواهیم به این خاطر که پدر مردم رو در این 44 سال با همین دین در آوردند. اگر هم قرار باشه جامعه رو به اعتدال رسوندن در مورد مسائل دینی و مذهبی، راهش رفتن جمهوری اسلامی است، برگرداندن تعادل به جامعه است. وگرنه اگر یک دین سنجی اختراع میشد و هر کدوم از ماها وصل میکردیم، ممکن بود آمپر تکون بخوره، بالا پایین بره، ولتاژ بده. تحت تاثیر اون مگه میشه کسی نصف عمر خودش رو تحت تاثیر دین باشه یا از دین آسیب دیده باشه یا دینگرا باشه یا پدر مادر متدین و اسلامگرایی داشته باشه؟ نه فقط اسلام، هر دین دیگه ناخودآگاه در اون حوزه، در اون محیط، در اون فضا او هم متصل میشه، یا براش دغدغه میشه، یا باهاش ستیز میکنه، یا بهش فکر میکنه، یا ازش دور میشه. در هر صورت اون هست، اصل دین سر جای خودش هست. در این مرحله مبارزه علیه دین، دینی که در حوزه شخصی مردم به نظر بنده اشتباهه. چه لزومی داره با یک پیرمرد یا پیرزن یا پدر یا مادری که اهل دین اهل نمازه شروع به بحث کرد؟ او رو متقاعد کنیم. خب متقاعدم شد که چی؟ اصل ماجرا چیز دیگری است. اصل ماجرا رفتن در دل حکومت دینی است. این از همه چی بدتره، سختره. بدترین شکل حکومت، حکومت‌های دینی هستن. چرا؟ عزت عزت شهدا، این عزت عزت شهدا، از غیرت شهدا، این آبرو و امید از نهضت شهدا، این آبرو و امید از نهضت. من هم میمانم تا پای جانم با غیرت چون شهیدان، در راه دین و قرآن با غیرت چون شهیدان، در راه دین و تا دم آخر هستم کنار رهبرم، تا دم آخر میگذرم از جانم، میگذرم از جانم برای کشورم، شکر خدا هستم من مدافع حرم. این عزت عزت شهدا، این عزت عزت شهدا. پیروانی هستند متدین که به خاطر دین حرمت اون حکومت جلاد رو همچنان حفظ میکنن. اونها رو باید متقاعد کرد، اونها رو باید فهمان بهشون، وگرنه کسی که مخالف حکومت اما دینی، اهل نماز و خدا و پیغمبرشه، اون مربوط به خود اوست. اصل مشترک ما ضدیت با جمهوری اسلامی، ضدیت با ملاها، ضدیت با حوزه های علمیه است که از دلش فساد می روید. تصمیم سازی ها از اونجاست. پایگاه حکمرانی رو باید عوض کرد. از اینکه شنونده بودید
ممنون. باز هم نظرات خودتون رو بنویسید. استقبال میکنم. ممنونم ازتون.